خوشت میاد، همه رو خودم درست کردم. اینجا اتاق منه؟ قشنگه؟ آره قشنگه. به هر حال امیدوارم مشکلی پیش نیاد. شب شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار. بالاخره طاقت نیاوردی. زنگ زدی حالشو بپرسی نه؟ واسه اینکه نمیخوام بهم شک کنن. مگه نمیخوای راجع به خودت به فرامرز بگی؟ چرا؟ اون وقت اسم این کارتو چی میذاری؟ انجام مأموریت. اما من اسمشو میذارم نامردی، نارفیقی. اون رفیق من نیست. اه اینه. کی بود میگفت که تو بیمارستان وقتی دستمو گرفت دلم به تالاب تلوپ افتاد، نمیدونم رنگ چشاش عوض شده بود؟ که چی؟ اونه که دلیل نمیشه من به خاطر اون کارمو خراب کنم. امیرعلی، بعضی وقتا واقعا نمیشناسمت. دو سال پیش وقتی طلاق گرفتم اومدم ایران، همه امیدم تو بودی. فکر میکردم تو این دنیا فقط تو برای من باقی موندی. اما حالا وقتی میشینی پای اون پوشه قرمز، اصلا یه آدم دیگه میشی. حتی لحن صدا تغییر میکنه. این حرفا چیه میزنی هانی؟ برای اینکه امیرعلی که من میشناسم 16 سالش که بود، یه شب سرد دیماه تا صبح خونه نیومد. به خاطر اینکه رفیقش فرامرز کارنامه‌شو گرفته بود و نمره کم آورده بود و نمیخواست بره خونه. اون شب تا صبح زیر طاقی کوچه لرزیدیم. گفتم بریم خونه ما فرامرز. گفت اولین جایی که بگردن همونجاست. از اون صبح خادم مسجد اومد و گفت شما دوتا رو برده تو مسجد تا گرم شید. یادم از بچگی هم شگردت همین بود. اینقدر آسمون و ریسمون رو به هم میوفتی تا منو قانع کنی. ولی من دیگه بزرگ شدم آمچه خانم. کاش که بزرگ نمیشدیم هیچ کدوممون. دلم واسه سادگی اون روزا خیلی تنگ شد. خب دندونامو شستم، خوابم میاد، وقت خوابه. آفرین دختر کنم. برو تو اتاقت بخواب، الان مامان میاد. شما که کار داری بابا، شما بیا منو خوابم کن. من؟ بله شما. زود بیای ها، من برای تو به زود بلند شم. شب بخیر مامان. شب بخیر دختر قشنگ. پیشنی ماش نکردی؟ شب بخیر به هم نگفتی؟ شب بخیر؟ شب بخیر بابایی. چند سال با هم زندگی میکنیم؟ 10 سال. 10 سال مدت کمی نیست. مدت زیادی هم نیست. آره خب خیلی سالای زیادی پیش رومون هست. بستگی داره که تو این 10 سال چی به ما گذشته. من که یادم نمیاد
تو بگو. سال خوبی با هم نداشتیم ها؟ هم خوب هم بد، مثل همه زن شوهر. نه کاملا. درسته من حافظم یاری نمیده و شما رو یادم نمیاد، ولی حس و حالتون مثل زنی که شوهرش زنده مونده و برگشته خونه نیست. قبل از اون تصادف کابوس گفتن حقیقت به مهسا رو داشتم. بعد از اون تصادف وقتی به هوش اومدی معلوم شد گذشته تو از یاد بردی، یه کابوس به کابوسای من اضافه شد. گفتن حقیقت به تو و پدر مادرت. فرامرز، من و تو زن و شوهرای خوبی نبودیم. متاسفم، جبران میکنم. خب باید بهم وقت بدی. متاسفانه دیگه وقتی باقی نمونده. ما همون روز تصادف از هم جدا شد. اون روز توافقی جدا شدیم. هیچ کس نمیدونست. قرار شد خودت پدر مادرت بگی، ولی این تصادف لعنتی همه چی انداخت رو دوشه بود. منم نمیخواستم پدر مادرتو تو اون وضع و حال با دادن این خبر ناراحت کنم. صبر کردم، امیدوار بودم که به هوش بیای، خودت این خبر بهشون بدی، ولی مهسا در عوض بخشیدن مهریه حضانت مهسا رو گرفتم. میدونم شنیدن این حرف تو این شرایطی که تو داری خیلی سنگه، ولی اگه رسماً طلاق نگرفته بودیم صبر میکردم. اما ما دیگه زن و شوهر نیستیم. هم بعد از این خونه برم. این خونه مال توه. اگه به من زمان بدی یه جایی رو میگیرم، از اینجا میرم. قرارمون همین بوده. متاسف. ظاهراً این آخرین عکسیه که بعد از تو توی آلبوم ذهنم بمونم. آخرین عکس اون روز تو محضر گرفتیم. میتونم گاهی وقتا بیام محضر رو ببینم؟ معلومه که میتونی. حتما باید بیای پیشش. فقط قبلش با من هماهنگ کن. باشه، بسیار خوب. کجا میری؟ کجا رو دارم برم؟ پدرم یه دفترچه برام درست کرده که توش 3 تا آدرس هست. آدرس خونه خودمون، یعنی خونه خودت، آدرس خونه امیرعلی و آدرس خونه پدری. بهشون میگی؟ بهتر حقیقت رو بدونن، ولی اول یکم باید خودم با این قضیه کنار بیام.
این وسایلا روز تصادف تو جیب کتت بودن. کجا میخواستم برم؟ نمیدونم. حتما میرفتی جشن طلاق تو بگیری. میدونم این حرفا دلتو خنک میکنه، ولی گفتنش به آدم با حال روز من دردی رو دوا نمیکنه. تو گذشته تو فراموش کردی. قرار نیست گذشتتم تو رو فراموش کنن. همه اون آدمایی که 35 سال گذشته تو ساختن، همه اون اتفاقات ولت نمیکنن. باید باشون روبرو بشی. این اولین قدم. موبایلت خاموشش کردم. اگه میخوای یکی از دلایل جداییمونو بدونی، به شماره مهندس ستاری زنگ بزن. آژانس. چقدر این خونه ساکته. ما به این سکوت عادت کردیم. خیلی وقتا چیزایی که بهش عادت میکنیم خوب نیستن. مثلا چی؟ مثلا این سکوت. اینکه ما با هم دیگه حرف نمیزنیم. این که حرفامون کنج دلامون میمونه تا بپوسه. من هیچ وقت آدم پرحرفی نبودم. خودت خوب میدونی که هم حرفی من دلیل بیعلاقیم نیست. دلم براش تنگ شده. تو چی؟ اون رفت سر خونه زندگیش. ما باید خوشحال باشیم. آره، ما باید خوشحال باشیم. سلام. سلام فراورد. تو این خونه جایی برای من هست؟ البته همیشه برای تو توی این خونه جا هست. بیا تو. بیا. خوبی پدر؟ شام خوردی مادر؟
بله بله شام خوردم. نگفتی چی شده؟ چیزی نشده. ولی خب سخته دیگه، با کسی که نمیشناسم زیر سقف زندگی کنم نمیتونم. مادر اون زنته. گفتنش ساده است. اینکه آدم چشاشو باز کنه بگن این غریبه ای که میبینی همسرته، نمیشه، قابل قبول نیست. برام غریبه است. پس ما هم برات غریبه. بله این راستشو بگم آره، ولی خب قبول کردن شما برام خیلی راحت تره. با خودم گفتم یه مدتی بیام اینجا تا ببینم چی میشه. بمون مادر، خونه خودته. اینجا اتاق خودته. از یه بخشی از خاطرات من اینجاست. تمام یادگاریات جمع کردم توی اون صندوق. آره. حالا میتونی تو اتاق خودت خوب استراحت کنی. امروز روز سختی رو داشتی. شب بخیر بده. مادر جان، اگه کاری داشتی من صدام کن. من میرم برات یه پتو. نه لازم نیست. پتویی که برام بافته بودی تمرام آوردم. دوستش داشتی؟ آره. دستون درد نکنه. خیلی قشنگ بود. این بچه خسته است. میخواد استراحت کنه. فرامرز اگه مادرت ول کنی تا خود صبح دوست داره اینجا بشینه با تو حرف بزنه. بی بریم. یه سوال، من با چند نفر دوست و رفیق بودم؟ چند تا دوست داشتم؟ خیلی. نه یه آدم خاص. گفتین من تا 17-18 سالگی با امیرعلی حرفامو میزدم. میخواستم ببینم بعد از اون با کی درد دل میکردم. دنبال کسی میگردم که به بقیه ترجیحش میدادم. تو هیچ کدوم از دوستاتو به بقیه ترجیح نمیدادی. تو با همه دوست بودی. پس ظاهرن دوست خاصی نداشتم. من بعد از امیرعلی نتونستم دوست دیگه برای خودم پیدا کنم. چرا مادر جون؟ حتما داشتی. ما خبر نداریم. بچه ها معمولا وقتی بزرگ میشن درباره دوستاشون با پدر مادرشون صحبت نمیکنن. شب بخیر فرامرز. شب بخیر. شب بخیر. که چشماشو باز کرده نه به تو گفته بابا، نه به من گفته مامان. خب هنوز ما رو به عنوان پدر و مادرش قبول نداره. خب اون ما رو فراموش کرده. من که بچه‌م رو فراموش نکردم. یادم فرامرز وقتی بچه بود هر وقت میخواست به من دروغ بگه زمین رو نگاه میکرد، یه گوشه ای رو نگاه میکرد، بعد دروغ میگفت. امشب هم وقتی میخواست راجع به ماهرخ حرف بزنه همین کاری کرد. یعنی میخوای بگی که اون یه چیزی هست ولی فرامرز داره از ما پنهان میکنه؟ ابراهیم فرامرز خیلی تناس. تو چشماش امشب یه سرگردونی، یه تنهایی، یه وحشت دیدم. البته که دیگه تنهاش نذاریم، حتی اگه ما رو نشناسه، حتی اگه با من بد رفتاری کنه. قول بده. باشه، مطمئن باش، قول بدم تنهاش نمیذارم.
الو. سلام امیرعلی، منم فرامرز. کی؟ فرامرز، دوسته دوران بچگیت. فرامرز تویی؟ ببخش نشناختمت. یعنی منتظر تلفنت نبودم. ما طلاق گرفتیم. چی؟ نمیدونم این حرفا رو چرا دارم به تو میزنم. تو که درست نمیشناسمت، ولی شب میخواستم با یکی درد دل کنم. میخواستم بخورد سباکشم، بخورد حرفای مردونه بزنیم، ولی کسی ها غیر تو نمیشناختم. اولین قدم شکست خوردم، فهمیدم همسر خوبی نبودم، زندگی خانوادگی خوبی نداشتیم. فردا چه اتفاقی میخواد بیافت؟ میترسم بخوابم. آروم باش پسر. خوابم نمیبره، چشامو میبندم کابوس میبینم، چشامو باز میکنم بازم کابوس میبینم. اون وقتا یه روزایی که یکیمون دلش تنگ میشد یا قاطی میکرد، میدونی چی کار میکردیم؟ میرفتیم کوه، میشستیم روی صخره، از ته دلمون داد میزدیم تا خالیشیم. بعدش از تو کوله پشتیمون یک کتاب و حافظ میآوردیم بیرون، فال میگرفتیم، آروم میشدیم. حافظ نمه دستته؟ آره. درآ که در دل خسته توان درآید باز، بیا که در تن مرده روان درآید باز. بیا که فرقت تو چشم من چنان دربست، که فتح باب وصالت مگر گشاید باز. به پیش آینه دل هر آنچه می دارم، به جز خیال جمالت نمی نماید. بدان مثل که شب آبستن است و روز از تو، ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز. خب چطور بود؟ بیت آخرش یه دفعه دیگه برام بخون. بدان مثل که شب آبستن است و روز از تو، ستاره می شمرم تا که شب چه زاید باز. فکر میکنی این شب برای من آبستن چیه؟ کی میدونه؟ چاره ای نداری، باید بذاری صبح شه. ممنون که حرفامو گوش دادی رفیق. هر وقت دلتنگ شدی من هستم. باش، ممنون، شبت بخیر. خوب بخوابی فرامرز. خداحافظ. گذشته تو فراموش کردی. قرار نیست گذشته تو رو فراموش کنم. همه اون آدمایی که 35 سال گذشته تو ساختن، همه اون اتفاقات ولت نمی‌کنن. باید باشون روبرو بشی. این اولین قدم. موبایلت خاموشش کردم. اگه می‌خوای یکی از دلایل جداییمونو بدونی، به شماره مهندسات رو زنگ بزن.
به آقا فرامرز، یادت به ما افتاد؟ کجایی؟ چرا یه خبری ازت نیست؟ قرار بود بریم سفر ها؟ سفر؟ آره دیگه، اون سفر به هم خورده. خب چرا خبر نکردی؟ یه سری مشکلاتی پیش اومد. باشه قبول. خب حالا کجایی؟ بیا ببینمت. الان؟ چته تو؟ کسی پیشته؟ نه یعنی باشه ازتت نمی کنم، هر طور راحتی. که میبینمت؟ درست نمیدونم. فرامرز تو چته؟ مشکلی پیش اومده؟ ها یه مسائلی هست، یه مشکلاتی پیش اومده. دیگه دارم نگران میشم. چی شده؟ بعد با شما حضوری حرف بزنم خانم مهندس. باشه آقای مهندس، هرچی شما بگین. فردا خوبه؟ خوبه. یه رستوران خیلی دنج سراغ دارم. آدرس شو بی زحمت برام اسمس کنید. چشم آقای مهندس، هرچی شما بگین. ساعت 7 خوبه؟ خوبه. پس میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. احساس نمی کنی داره زنگ میخوره؟ بله. طرف زنگ زد. فردا ساعت 7 باش قرار گذاشتم. آدرس رو برات میفرستم. با آقا سیروس هم سلام برسون، بگو کی حساب ما رو نقد میکنه. چشم، امری باشه. ستاره بود، فرماز بهش زنگ زده. پس از سفر برگشته. رفتنشو که به ما نگفت، شاید اصلا سفر نرفته باشه. این آدم یه ریگی به کفششه، و الا اینطوری خودشو گم و گور نمیکرد. درستش میکنم. تو به تنهایی هیچ کاری نمیکنی، اینو تو اون موقعت فرو کن. چش آقا، چش. تونسته باش قرار بذاره؟ فردا ساعت 7. اینم آدرسش. این دوستمون مثل این که تنش میخوره، بعد یه دستی به سرگوشش بکشه. ماه من تو